سلام میگم به شما بینندگان عزیز. ویژه برنامه اعتراضات اخیر در ایران رو دنبال میکنیم و مهمان برنامه امروز ما حمید تقوایی هستند. به حمید تقوایی خوش آمد میگم و سوال اولم اینه، حمید تقوایی، در از روز اول تا امروز مردم به مراکز دولتی، به شهرداری ها، فرمانداری ها و مراکز دیگه و حتی پمپ بنزین ها حمله کردن و به آتش کشیدن. بعضا میگن اینا خشونته. نظر شما در این رابطه چیه؟ به نظر من این آتش خشم مردمه که داره کل جمهوری اسلامی رو به لرز انداخته و داره پایه های قدرت رو مورد تعرض قرار میده. حمله مردم به بانک ها، به مراکز دولتی، به فرمانداری ها، به دفاتر امام جمعه و غیره، اینها حرکات اعتراضی برحقی هست علیه یک حکومت جلاد، فاسد و جنایتکاری که هر منفذ اعتراضی رو به روی مردم بسته. طبیعه در این شرایط مردم خشمشون فوران میکنه، به صورت یک انفجار اجتماعی خودشون نشون میده و حمله به مراکز دولتی در واقع ادامه این خشم و بروز این خشم است. بانک ها به عنوان نمادها و مراکز چپاول مردم مورد حمله قرار میگیرن و فقط هم بانک یا فرمانداری یا غیره نیست. مردم پرچم جمهوری اسلامی رو به آتش کشیدن، مردم عکس خامنه ای و خمینی رو به آتش کشیدن، مردم در یک شهر نماد یا مجسمه ای که از انگشتر خمینی درست کرده بودن رو به زیر کشیدن و به آتش کشیدن. همه اینها تعرض مردم به کل حکومت هست، به این بساط فساد و دزدی و جنایت و چپاول هست. مردم به نظر من دارن نشون میدن با این حرکات عزم جزمشون رو برای جمع کردن کل این بساط نشون میدن. کسانی که این حرکات مردم رو خشونت مینامند یا خودشون جزء طرفداران این حکومت هستن یا جزء این حکومت هستن یا میخوان در حال حرکت مردم رو به عقب بکشن، کند کنن، به تحریف بکشن. این حرکات بر حق مردم اعتراض کنن، حق مردم به پایگاه رژیم، به دفاتر امام جمعه، به بانک ها و غیره حمله کنند. و از این نقطه نظر به نظر من این حرکت مردم بسیار شورانگیز، شفنگیز و نشاندنده از و جزم اونهاست برای به زیر کشیدن کل این حکومت و نظام. ولی بعضا پیغام هایی که من داشتم، صحبت های خیلی همدلانه ای که داشتن و کسایی هم که میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میگن شایع هم هست که کار خود حکومته که خشونت حکومتی رو توجیه کنن و اون جو پلیسی و در واقع کودتایی که میخوان بکنن، یعنی حضور حکومت نظامی در واقعی که میخوان ایجاد بکنن رو بتونن دستشون باز باشه. خب اینا هم که گفتید شایع است، این هم طبیعیه که با این حرکات چنین شایعاتی هم در جامعه پا بگیره و حتی عده‌ای ندانسته یا با نیت خیلی خیر به قول شما این رو منصوب کنن به تحریکات حکومتی. ولی به نظر من حکومت احتیاجی به اینو بهانه ها نداره برای سرکوب. مدت ها این رو دیدیم و حتی به مصالحت آمیزترین اعتراضات هم حکومت حمله کرده، دستگیر کرده، بازداشت کرده. این اولین بار نیست این اتفاقات داره میفته و فقط هم به خاطر این نیست که مردم دارن دست به این تعرض میزنن. ما همیشه گفتیم عامل خشونت در ایران حکومت جمهوری اسلامیه. همونطور که گفتم در شرایطی که اجازه نمیده حتی آرامترین اعتراضات، تظاهرات پا بگیره، متشکل بشه، پیش بره، طبعا جامعه به این صورت عکس العمل نشون میده. جامعه ایران به نظر من شبیه یک دیگ بخاریه که درش رو محکم بسته باشید و آتیش زیرش رو تشدید کنید. این اتفاقی که افتاده و جامعه منفجر شده. منتها این رو هم بگم، در دل این آتشی که زبانه میکشه ما داریم گام های بعدی رو میبینیم، حرکت هایی که مردم شروع کردن در سازماندهی محلات و به دست گرفتن کنترل محلات، اعتصاباتی که شروع شده، اعتصاب کارگران هفت‌تپه که همین دیروز شروع شد، اعتصاب کارگران پتروشیمی ماشر و همچنین گفتمان و زمزمه اعتصاب در میان معلمان، دانشجویان، بخش های مختلف کارگری. اینها داره به اصطلاح این حرکت رو تعمیق میکنه، گسترش میده، تداوم، پیشروی و پیروزیشو تضمین میکنه. در دل این آتشی که زبان کشیده به نظر من توده هرچه وسیعتری از کارگران، جوانان، دانشجویان دارن به میدون میان و دارن به خودشون سازمان میدن
دارن محلات رو به دست میگیرن. ما شاهد خودیاری گسترده‌ای هستیم در میان مردم که به تظاهر کنندگان کمک میکنن، براشون غذا میبرن، در خانه ها رو بروشون باز میکنن و اینها همه نشان دهنده به نظر من عمق این حرکت، گستردگی این حرکت و گام هایی است در جهت پیشروی هرچه بیشتر و به پیروزی رسیدن این حرکت. همین تقای شما از عمق این حرکت صحبت کردید. عمق این حرکت رو یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ حکومت عوض میشه، دولت عوض میشه، ولی فقیه عوض میشه و از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی این عمق تا کجا میره؟ ببینید عمق این حرکت به نظر در دو سطح میتونید مسئله رو ببینید. یکی در سطح خواستها و شعارها و هدف مردمه. این دیگه بر همه روشنه که مردم اعلام کردن جمهوری اسلامی رو نمیخوان با همه جناها و با همه دار و دسته‌های حکومتی. این باید جارو بشه. مسئله با اعتراض به گرانی بنزین شروع شد ولی فوری شعارها رسید به جمهوری اسلامی نمیخوان، مرگ بر حکومت، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی و به سرعت معلوم شد که جامعه بلند شده. یک بار دیگه، چون اولین بارم نیست، جامعه بلند شده برای اینکه کل این بساط رو به زیر بکشه. بنابراین از نظر مضمون و شعارها این حرکت داره نشون میده به کدوم طرف داره میره. از نظر شکل هم داره وسیع‌تر، گسترده‌تر میشه. ما همونطور که گفتم داریم نشانه‌هایی از این رو میبینیم که مردم متشکل میشن، در محلات متشکل میشن، اعتراضات، اعتصابات داره شروع میشه، تجمعات داره شروع میشه، اشغال محلات و کنترل محلات جوانایی ازش در شهرهای مختلف دیده میشه، حمله به پایگاه های نیروهای سرکوبگر، ممانعت از اینکه اینا وارد محلات و جاهایی بشن که مردم در دست گرفتن. اینها نمونه های زیادی داشته. همینطور گفتم به زیر کشیدن مجسمه ها، به زیر آتش زدن پرچم ها، عکس خمینی و خامنه‌ای و غیره، اینها داره گسترده تر میشه. و بعد هم از نظر کمی شهرهای هرچه بیشتری به این حرکت میپیوندند و گسترده میشه و مردم شهر هم دارن به خیابون ها میان. مثلا در اعتصاب هفت‌تپه مردم شهر هم به همراهی برخواستند. رژیم با تمام قدرتش میکوبه، میزنه، ده ها نفر کشته شدن، صدها هزاران نفر دستگیر شدن، ولی این حرکت از پیشرویش باز نایستاده و جلوتر رفته. اینها همه نشون دهنده عمق این حرکته و من بحثم این هست که با گسترش به اصطلاح تجمعات، شکل‌گیری شوراهای محلی میشه بهش گفت، جمعهای محلی که کنترل در دست دارن، با به میدون اومدن بخشای بیشتری از کارگران به شکل اعتصاب و تحصن و گرفتن کارخانه ها، اعتصاب دانشجویان، اعتصاب معلمان، اعتصاب کارگران کامیون و رانندگان که اینها چون خصلتی سراسری داره میتونه اعتراض خیلی موثر باشه. با همه اینها، با این حرکت ها که ما داریم میبینیم تلایه هاشو، به نظر من این حرکت یک انقلاب بنیانکن سراسری و قدرتمندی تبدیل میشه که به نظرم به هدفی که مردم اعلام کردن میرسه، یعنی به زیر کشیدن کل این بساط ستم و استثمار و کشتار که بهش میگیم جمهوری اسلامی. آینده این حرکت و همین الان موفقیتش چقدر شما میبینید؟ یعنی به امید به این که این حرکت موفق بشه و کنترل نشه با همه بل. میتونم اینطور بگم که بالقوه تمام شرایط و پیش‌شرط‌های پیشروی و پیروزی این حرکت وجود داره. بلفل شدنش در گروه این هست که یک حزب انقلابی مثل حزب کمونیست کارگری ایران عروج کنه، بتونه به نماینده، سخنگو، چهره این انقلاب تبدیل بشه، از جانب بخش وسیع از جامعه، فعالین و اکتیویست ها و به خصوص بخش های فعال در جنبش کارگری و جنبش های اعتراضی دیده بشه، به رسمیت شناخته بشه، مورد اتکا قرار بگیره. پیروزی این حرکت مثل پیروزی هر انقلابی درگیر شکل‌گیری رهبری هست، یک رهبری منسجمی که بتونه تا با آخر این حرکت رو سازمان بده، رهبری کنه. و حزب ما از این شرایط برخورداره. همونطور گفتم جامعه بالقوه شرایط پیروزی رو داره، حزب ما هم کاملا بالقوه شرایط این رو داره که بتونه در رأس این حرکت قرار بگیره، اون رو سازمان بده و به پیروزی برسونه. ما تمام تلاش و توانمون رو در این جهت به کار میبریم. حزب ما از شرایط سیاسی، شرایط عملی و واقعی انجام این وظیفه کاملا
برخوردار هست. همین تقوایی ممنون که در برنامه ما شرکت کردیم. بله بینندگان عزیز، با حمید تقوایی بودیم در رابطه با اعتراض اخیر در ایران، اعتراضات روبه گسترشی که در ایران شاهدیم. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.